در ماه‌های اخیر گفتگوهای صلح میان نمایندگان پیکارجان طالب و زلمه خلیلزاد واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. شهروندان کشور به خصوص زنان در نقاط مختلف به مذاکرات صلح واکنش نشان داده و خواهان صلح پایدار با حفظ دستاوردهای چندین ساله حکومت شدند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر نیز در سفر امروزش به هرات میگوید که به منظور گردآوری نظرات زنان در مورد روند صلح تحقیقی را به راه انداختند که با 2000 زن در گوشه و کنار کشور مصاحبه خواهد شد. تحقیق ملی را که کمیسیون رویدست گرفته سر زنان، صلح و امنیت است. ما در این تحقیق در حدود قصوریم 2000 نفر، 2000 زن در گوشه و کنار افغانستان مصاحبه بکنیم و همچنان فوکس گروپ ها را تشکیل بدیم با شمول استماع عامه. می خواهیم نظرات زنان و مردم افغانستان در رابطه با آوردن صلح و امنیت از دیدگاه از اونا مطرح بکنیم. خانم سمر همچنان تاکید ورزید در صورتی که زنان در روند صلح نقش نداشته باشند، منازعات گسترش پیدا کرده و روند صلح مختل خواهد شد. عدم حضور زن و عدم احترام به عدالت و حقوق بشر تضمین کننده ادامه منازعات است. صلح نمیرا در افغانستان. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن در هرات این طرح کمیسیون حقوق بشر را جامع دانسته و افزودند که جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات زنان در روند صلح تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه ما امروز اعلان میکنیم که این پلان به ناکامی انجامید و دلیل ای که ناکامی انجامید و میبینیم که امروز ما دغدغه‌های زنان در پروسه صلح و مشارکت خود در پروسه صلح و مذاکرات صلح دارند. به عنوان مسئول جندر عادت ماجید و کسی که در اجتماع زنان گروه های است، ما فقط خواست ما زنان هست که دستاوردهای 18 ساله حکومت افغانستان را که زنان داشتن افس کرده. در مذاکرات اخیری که دیده میشه، مثلا مذاکراتی که در مسکو بود و مذاکراتی که در دوحه قطر بود، خانم ها ظاهرا در اونجا نقش داشتن و تعداد خانم ها در اونجا حضور داشتن. همو حضور از اونها بسنده نیست و زنان افغان زیادتر خواهان هزی هستند که نقش خانم ها حداقل در مذاکرات صلح به صورت سمبولیک هزو نباشه. از سوی دیگر مسئولان اداره مالی هرات نیز بر نقش پررنگ مردم در گفتگوهای صلح تاکید کرده و میگویند که نباید دستاوردهای 18 ساله شهروندان کشور نقش براب شود. ما از چند به این سو دیگه بعضی از فعالیت ها را انجام دادیم. به این معنی که یک اجماع ملی صلح در سطح ولایت هرات را اندازی کردیم که هم از داخل شهر و هم از ولسوالی ها بود. خانم ها آمدن و یک صدا خواهان صلح بودن. صلح به نفع همه مردم افغانستان هست. پیر، جوان، زن، مرد فرق نداره. مردم دیگه خسته شدن از جنگ و همه از جان و دل پذیرای صلح هستن. اما امیدوار هستیم که صلحی که ما مایم بریو دست پیدا کنیم، صلحی باشه که به نفع همه مردم باشه، نه که به نفع و ضرر نیمی از پیکر جامعه که همان زنایی که ما همالا علنان میبینیم که نقش زنان در پروسه صلح و در مذاکرات صلح اصلا به منفعت زنان نیه. حتی حضور خانم ها خیلی کم رنگ هست. تحقیق ملی زنان برای 4 ماه راه اندازی شده که در گوشه و کنار کشور با زنان مصاحبه خواهد شد. با گماشته شدن زلمه خلیلزاد به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در روند صلح، مذاکرات صلح با پیکارجان طالب شتاب بیشتری گرفته است. آقای خلیلزاد در چند ماه گذشته چندین بار با نمایندگان پیکارجان طالب گفتگو کرده است. او به تازگی برای 6 بار سفرهای منطقه‌ایش در این زمینه را از سر گرفته است. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از شرط‌های اصلی پیکارجان طالب برای دست کشیدن از جنگ گفته شده است. جنگی که بیشترین آسیب را بر زنان این سرزمین وارد کرده. اما آنطور که گفته می شود، نقشی برای این قشر در پایان آن جنگ ها یعنی گفتگوهای صلح در نظر گرفته نشده است.